مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول همراه ما هستند. در واقع این پیام نرگس محمدی در اعتراضی که به برگزاری مراسم یاد بود برای رئیسی در سازمان ملل داره، نشاندن جلاد به جای انسان اصلاح طلب رو تاکید میکنه برش. چطور ارزیابی میکنید این پیام؟ درود بر شما. خب پیام خانم محمدی فکر میکنم از چند جنبه حائز اهمیتی، که به لحاظ جایگاه خود ایشون، بالاخره ایشون برنده نوبل صلح، یک جایگاه بین المللی داره و داره به یک نهاد بین المللی، در واقع شاید بتونیم بگیم عالی ترین نهادی که وجود داره به عنوان سازمان ملل متحد، اعتراض میکنه. یک جنبه اینه که خود این عمل با روح تشکیل سازمان ملل در تضاد. درسته که سازمان ملل سازمانی که دولت ها در اون، اما در واقع باید نماینده ملت ها باشه در جایی که شاید مردم ایران انتظار دارن نهادی مانند سازمان ملل یا دیگر نهادهای بین المللی، فردی که شبیه ابراهیم رئیسی همگان بر جنایت‌های او آگاهن، میدونن که چه کارنامه‌ای داره، به جای اینکه او رو محکوم بکنه، شخصیت او رو مذموم بدونه، عملکرد او رو مورد نقد قرار بده، به این گونه برای او میخوان یادبود برگزار کنن یا حداقل براش مغموم میشن رو مورد نقد قرار میده. از طرف دیگه بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشری، خب ما یه بحثی داریم به عنوان مسئولیت کسانی که دست به جنایت علیه بشریت میزنن، که اسناد حقوق بشری تاکید میکنه که این مسئولیت باید از بین بره و اونها در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگوی عملکرد خودشون باشن، در حالی که در داخل ایران ما میدونیم افراد جنایتکاری مانند ابراهیم رئیسی، علی خامنه‌ای مسئولیت آهنین دارن. اینکه در سازمان ملل هم برای اونها بزرگداشت برگزار بشه مایه ناامیدی. اما خانم محمدی در این نامه صرفاً در مورد ایران صحبت نمی‌کنه، جایی تاکید میکنه که این موضوع باعث میشه که دیگر مستبدان و دیکتاتورها در نقاط مختلف دنیا سر برآورند، و حرف درستیه. وقتی که میبینن جنایتهایی که میکنن، عملکرد فاجعه بار اونها مستوجب این نمیشه که در عرصه بین‌المللی حداقل به اونها احترام نگذارن یا تحت فشار قرار بگیرن، طبیعیه وقتی که مجازاتی نیست، مجرم هم به عملکرد فجیع خودش ادامه میده. از طرفی اینم باید ببینیم که جمهوری اسلامی به صورت کلی از این نوع عملکرد نهادهای بین‌المللی، مثل همین کاری که سازمان ملل قرار انجام بده، برای خودش در داخل کشور هم مشروعیت می‌خره. یعنی مشروعیتی که سالهاست از دست رفته، صندوق‌های رأی همین حکومت به وضوح این رو نشون میده، یا شادی جمعی مردم ایران در مرگ ابراهیم رئیسی. اما این عملکرد نهادهای بین‌المللی باعث میشه که اونها این مشروعیت خودشون رو به نوعی در داخل سعی کنن که باز پس بگیرن، و همینه که ما میبینیم حامیان جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا به خودشون این جرأت رو میدن که با پرچم جمهوری اسلامی بیان مراسم برگزار کنن، حتی معترضین حمله بکنن. پیش از این هم خانم عبادی به عنوان دیگر برنده نوبل صلح همین اعتراض رو کرده بود. امیدواریم که صداشون در جامعه جهانی شنیده بشه. خیلی متشکرم از شما مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از ترکیه.